سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه به کانال من خیلی خوش اومدین تو این ویدیو میخوام یک مدل سر ماشینی رو آموزش بدم که این سر ماشینی یا همون ژورنالی رو قبلا برای گردبافی بافی داخل کانال گذاشتم که در اونجا به صورت گردبافی بافی این مدل سر انداختن رو نشون دادم و برای حالتی هست که داریم با میل سیمی میبافیم و داریم گرد بافی میکنیم رو براتون این بالا میذارم و اگه دوست داشتید میتونید برید تماشا بکنید تو این ویدیو میخوام این مدل سرانداختن رو برای حالت رفت و برگشتی آموزش بدم این مدل سرانداختن رو برای کشباف یک در یک اومدم انجام دادم اینجا اینجا هم اومدم برای کشباف دو در دو این مدل سرانداختن رو انجام دادم. اینجا کشباف دو در دو داریم و این مدل سرانداختن ببینید این شکلیه. باعث میشه که لبمون یه حالت قشنگی داشته باشه و کارمون یه حالت ماشینی و مثل لباس های بیرون بشه این قسمت و کاملا هم حالت کشی داره این قسمت. اینجا برای کشباف یک در یک 25 تا دانه سرانداختم. برای کشباف دو در دو هم 25 سر انداختم. داختم. که بعدش که اومدم دانه اضافه کردم حالا در ادامه ویدیو میگم اینجا برای کشباف یک در یک 49 تا دانه دارم روی میلم و برای کشباف دو در دو و تا دارم. اینجا برای کشباف یک در یک همونطوری که گفتم تعداد دانه‌ای که اومدم سرانداختم 25 تا دانه بود. بعد برای کشباف یک در یک باید تعداد دانه ها رو اینطوری حساب بکنید که در نهایت به اون تعداد هایی برسید که در نهایت برای اون سایزتون میخواید که داشته باشید که این تعداد هایی رو که سرانداخته میشه رو من با n نشون دادم. یعنی من 25 تا اومدم اینجا سرانداختم ببینید 25 نوشتم اینجا و در نهایت ضرب در 2 میشه ولی اگه 2 در 25 ضرب بشه میشه 50 ولی ما 49 تا دا دانه اونجا داشتیم و منهای یک دانه میشه که میشه 49 تا دا دانه پس فرمول کشباف یک در یک اینطوریه یعنی اگه من بخوام 49 تا دا دانه داشته باشم باید تعداد دانه هامون یعنی این انی این که اینجا نوشتم تعدادی که اینجا نوشتم باید 25 تا باشه که بعدش برسم به 49 تا دانه. بعد برای کشف دو در دو هم فرمولش اینطوریه دو برابر تعداد دانایی که ابتدای کار سر میندازیم منهای دو تا که دو در 25 که من گفتم اونجا 25 تا دانه سر انداختم منهای دو میشه 48 پس در نهایت 48 دانه دارم پس فرمول برای کشباف یک در یک و دو در دو به این شکله من از این کاموا به عنوان کامبای اصلی استفاده می کنم با یه رنگ دیگه شروع می کنم به سر و بعدن کامبای اصلی رو وارد بافتم می کنم باید از یه رنگ دیگه و یه کامبای دیگه استفاده بکنید که این بعدن از داخل باف کشیده میشه بیرون من میخوام خوام 16 تا دانه سر بندازم برای نمونه به این صورت این میشه دانه اول یک دو سه چهار پنج اینجا من 16 تا دانه سر انداختم بعد ما بقیه نخم رو قیچی میکنم چون دیگه بهش نیاز ندارم بعد یه دونه گره به این صورت اینجا میزنم که نخم اینجا یه کمی تر بشه یه دونه گره اینجا میزنم از رج اول نخ اصلیمون رو وارد بافتمون میکنیم و شروع به بافتن میکنیم نخ اصلی رو برداشتم و از اینجا شروع به بافتن میکنم و دانه اول رو تو این رج به زیر میبافم فقط دانه اول برای حاشیه است و تو این رج به زیر بافته میشه بعدا تو رچه بعدی دیگه بافته نمیشه بعد تمام دانه های بعدی هم به زیر بافته میشن الان یک رج تمام دانه ها به زیر بافته میشن یک رج همه رو به زیر میبافیم فقط دانه آخر به رو بافته میشه این دانه آخر مال حاشیه است و به رو بافته میشه تمام دانه ها ببینید الان اینجا به رو هستن و به رو بافته میشن توی رجه دوم پس این دانه ها به رو بافته میشن فقط دانه اول به اون صورت از میر خارج میشه من یادم رفت که آهسته نشون بدم این دانه ها به رو بافته میشن دانه آخرم به رو بافته میشه این دانه آخرمون هست نخواهی اینجا رو سفت میکنم بعد رج بعدی رج سوممون هست و مثل رج اول بافته میشه که تمام دانه ها رو اومدیم به زیر بافتیم فقط دانه اولش که مال هاشی است بافته نمیشه و به این صورت از میل خارج میشه بعد تمام دانه ها به زیر بافته میشن الان این رج سوم هست دانه آخر به رو بافته میشه پس این سه رج رو که بافتیم الان رج چهارم رج چهارم میایم از قسمت پایین دانه بر می داریم و وارد بافتمون میکنیم این قسمت ما این کانوای قرمز رنگ این نخهای خردلی هست این کانوای رنگ خردلی دانه ها ما بین اینجا قشنگ مشخصه و ما میخوایم این دانه ها رو بکشیم بیاریم روی مین و ببافیم و کشباف یک در یک داشته باشیم دانه اول حاشیه است نخ پشتکار به این صورت از میر خارج میشه بعد میریم قسمت پایین و اولین نخ خردلی که ما بین قرمز رنگ هست این رو میکشیم و میاریم بالا ولی قبل از اینکه این رو بکشیم بیاریم بالا دانه اول که به رو هست بعد از این هاشیه به رو بافته میشه این دانه به رو بافته میشه. پس یکی به رو میبافیم بعد میریم این دانه ای که ما بین این قرمز رنگ هاست این نخ خردلی اینجا رو به این صورت میگیرم میکشم بالا میخوایم کشباف یک در یک داشته باشیم دانه اول به رو بافته شد و این دانه که کشیدیم بالا به زیر بافته میشه بعد دوباره دانه بعدی به رو هست به رو بافته میشه بعد دوباره میریم قسمت پایین و این خردلی که اینجا هست به این صورت بر می داریم و میکشیم بالا بعد این دانه به زیر بافته میشه بعد دانه بعدی به رو به رو بافته میشه دوباره این رو از پایین بر میکشیم می بالا و به زیر می بافیم پس ببینید اینجوری یه دونه رو زیر رو زیر رو زیر تا انتها این دانه ها رو به این صورت بر می داریم تا این قسمت انتها و این قسمت انتها هم یه نکته داره که بهتون میگم دانه بعدی دوباره به رو بعد میرم قسمت پایین ببینید این آخرین نخی هست که از خردلی ما بین قرمز رنگ هست اینم بر می دارم. به زیر بافته میشه دانه آخرم حاشیه است به رو بافته میشه یعنی خب به رو باید ببافیم چون یه دونه رو یه دونه زیره اینجا یک دانه حاشیه داریم یک دانه به رو داریم یک هاشیه یه دونه برو و این هم دقیقا باید با اون سمت یکی باشه و تقارن رو داشته باشیم الان اینجا این دانه به رو هست الان اینم دانه آخری که بافتیم به رو هست و این باید یک دانه هاشیه اینورش بیفته این نخی که اینجاست رو این نخ رو به این صورت برمیدارم میندازم روی میل این نخ رو یک دانه به این صورت اضافه میکنم و این دانه به رو بافته میشه به این صورت این سمت الان یه حاشیه است یه دونه به رو و این دانه آخری هم که بافتیم به رو و این هم که الان اضافه کردیم برای هاشی است و به رو بافتیم ما 16 تا دا دانه سر انداخته بودیم و الان برای من سی و یک دانه روی میله یعنی 16 ضرب در 2 میشه 32 منهای یک میشه 31 و, و الان ما 31 دانه اینجا داریم و دقیقا این سمت و اون سمت تقارن داره و دیگه با این نخ کاری نداریم این گره اینجاش رو باز میکنم و این نخ قرمز رو از داخل می کشم بیرون. نخ رو از داخل بافت کشیدم بیرون و این پایین این شکلی میشه. این قسمت پایین حالا نخهای قرمز رنگی که توش هست رو با دست اینطوری میکشیم بیرون و الان رج بعدی به این صورت بافته میشه یه رج براتون میبافم که بافت خودش رو قشنگتر نشون بده نخ پشت کار دانه اول به این صورت از میل خارج میشه دانه اول هاشیه است بافته نمیشه بعد دانه بعدی به زیر هست به زیر بافته میشه دانه بعدی به رو هست به رو بافته میشه به زیر به رو زیر و رو زیر و رو, زیر و رو. و همینطوری دانه ها تا انتها به این صورت بافته میشن این دانه دقیقا مثل دانه اول اینجا که به زیر بود به زیره و دانه هاشی هم به رو بافته میشه این شکلی میشه حالا هرچی بیشتر پیش بریم و بیشتر به بافیم خیلی قشنگتر خودش رو نشون میده این از این مدل سر انداختن برای کش بافه یک در یک برای کشباف دو در دو برای این مدل سر انداختن باید به این نکته توجه بکنید که تعداد دانه هایی که سر میندازید حتما باید فرد باشه الان من اینجا 15 تا دانه سر انداختم با نخ جدیدمون شروع به بافتمون میکنیم و دقیقا سه رجمس کشباف یک در یک میبافیم دانه اول به این صورت به زیر بافته میشه فقط تو این رج بعد این دانه ها به زیر بافته میشه پس سه رج دقیقا مثل نمونه ای که برای کشباف یک در یک بافتیم دانه ها به همون صورت بافته میشن سه رج دانه ها رو همونطوری مثل کشباف یک در یک بافتم الان رج چهارم هستیم رج چهارم میایم از قسمت پایین و ما بین این قرمز رنگ ها این خردلی ها رو میکشیم بالا و این دانه ها باید به زیر بافته بشه ولی الان میخوایم کشباف دو در دو ببافیم و برای کشباف دو در دو به این صورت انجام میدیم که دانه اول هاشیه است به این صورت از میل خارج میشه و بعد از هاشیه دو تا دانه به رو بافته میشن پس اولی به رو و دومی هم به رو دو تا که به رو بافتیم بعد میریم این قسمت پایین و این خردلیای های ما بین قرمز رنگ ها رو میکشیم بالا و به زیر بافته میشن الان اولی رو برمیدارم و میکشم بالا و به زیر میبافم بعد یه دونه دیگه از این قسمت میکشم بالا و به زیر بافته میشه پس الان میخوایم کشباف دو در دو ببافیم دو تا روه دو تا زیر بعد دو تا دانه بعدی به رو بافته میشن یک و دو دو تا که به رو بافتیم بعد میریم قسمت پایین الان این دو تا خردری باید برداشته بشه اولی رو برمیدارم میکشم بالا به زیر بافته میشه این دومی اینجا هم بر می دارم. ما بین قرمز رنگ و به زیر بافته میشه. پس همینطوری تا انتها به این صورت می بافیم. یعنی دو تا رو دو تا زیر از پایین کشیدیم بالا. دو تا رو و دو تا زیر که از پایین کشیدیم بالا. همینطوری تا انتها بافتم. اینجا دو تا رو و دو تا زیر که از قسمت پایین کشیده شده بالا. بعد الان دو تا دانه برای من باقی مونده. این دانه الان روی میله و به رو بافته میشه. دو تا رو بعد بزنیم اینجا دو تا زیره اینجا به رو و دانه آخرم به رو بافته میشه الان دو تا به رو بافتیم و این سمت و اون سمت الان این دو تا دانه به رو هستن و این دو تا دانه هم به روه و اینجا یه دانه حاشیه میخوایم ما بین این قرمز رنگه این یک دانه باقی مونده این خردلی ما بین قرمز رنگا باقی مونده و این رو میکشیم بالا این میشه حاشیه. این سمت و این دانه رو دیگه به زیر نمی بافیم و به رو بافته میشه برای قسمت هاشی است پس الان ببینید این قسمت دقیق تقارن رو داریم اینجا هاشی است اینم هاشی است این دوتا به روه این دوتا هم به روه بعد رج بعدی هم براتون می بافم که این رج دانه اول هاشی است به این صورت خارج میشه و دو تا دانه بعدی به زیر هستن به زیر بافته میشن دو تا به زیره و دو تا به رو دو تا زیر و دو تا رو و این سمت هم دقیقا اینجوری اینجا که دو تا به زیره اینجا هم دو تا به زیر هست و دقیق تقارن رو این سمت و اون سمت داریم و الان ببینید این نخ رو دقیقا مثل کشباف یک در یک نخ قرمز رنگ رو دیگه کاری نداریم و از داخل بافتمون میکشیم بیرون این هم از کشباف دو در دوی این مدلمون که لبه کارمون این شکلی میشه اینم از آموزش این مدل هاشیه یه ماشینی برای وقتی که داریم به صورت رچای رفت و برگشتیم میبافیم و نکاتی رو که باید رعایت بکنیم که این سمت و اون سمت کار دقیقا شبیه به همدیگه بشه و تقارن رو داشته باشیم که میتونید برای بافتایی که به صورت رچای رفت و برگشتی بافته میشه از این مدل سرانداختن استفاده بکنید و یک کار قشنگ و زیبا داشته باشید امیدوارم که لذت برده باشید ممنونم از اینکه من رو تماشا میکنید و اگر ویدیوها رو دوست دارید خوشحالم میکنید با عضویت کانال من رو حمایت کنید از بافتنی لذت ببرین و تا ویدیو بعدی خدافز